سلام، این قسمت میخوام درباره چند تا از بی اثرترین خریدهای تاریخ رئال حرف بزنم. تو این گزارش 6 تا خرید رو بررسی میکنیم که با قیمت خیلی کمی به برنابا اومدن ولی تقریبا هیچ نقشی تو رئال نداشتن و هیچ اثری از خودشون توی تاریخ غنی رئال مادرید به جا نذاشتن. و اولین بازیکن یرژی دودکه که سال 2007 مجانی از لیورپول اومد رئال، کلا تو رئال 15 بازی داشت. اون اومد به رئال تا در واقع پشتیبان ایکر کاسیاس باشه، با دو تا بازی که تو لالیگا داشت حالا خوب انجام داد. کلا هم 4 سال تو رئال بود. الان این روزا دیگه همه تیم‌ها دو دروازه‌بان خوبو تو ترکیب دارن. البته وقتی هم که دودک به رئال اومد بازیکن بدی نبود. سابقه مثلا بازی تو فینال چمپیونز لیگ 2005 رو داشت و اینا، بعد اون به رئال اومده بود. ولی در کل بازیکن بی‌اثری بود دیگه. خیلی تعداد بازیاش توی 4 سالی که تو رئال بود کم بود. یه بازیکن دیگه جولیان فاوبرت که از وستام سال 2009 به طور قرضی اومد رئال، کلا دو بازی انجام داد. دودا کلا 15 بازی انجام داده بود. قطعا عجیب و غریب ترین خرید تاریخ درخشان و طولانی رئال همین فاوبرته. فاوبرت تو ژانویه 2009 به طور قرضی اومد رئال. بعد جالبه بدونین که قراردادش قابلیت تبدیل به خرید دائمی رو داشت. حالا شاید فکر کنین که فاوبرت به دنبال قرارداد دائمی با رئال بود، ولی بلافاصله بعد از اینکه قرارداد قرضیش با رئال تمام شد به انگلیس فرار کرد. فاوبرت فرصت کمی که تو رئال داشت و به خاطر اشتباهش از دست داد. اون تو رئال که بود کلا فکر میکرد تو مرخصی روزانه است و اینا، خیلی وقتا اصلا به تمرین نمیرسید، خیلی وقتا اصلا تو حال خودش نبود. تو یکی از بازی‌های لالیگایی هم که رو نیمکت بود کلا خوابید، یعنی چرت میزد. یه فاجعه است برای تیم بزرگی مثل رئال که یه بازیکنش رو نیمکت بخوابه. بازیکن دیگه توماس کراوسنه که از اورتون سال 2005 به قیمت تقریبا 3 میلیون یورو به رئال اومد و کلا 51 بازی داشت تو رئال. پرز یه تصمیم اشتباهی که اون موقع گرفته بود این بود که تنها هافبک دفاعی تخصصی رال یعنی ماکلله رو فروخته بود. بعد این فروش باعث شده بود که یه حفره بزرگ توی ترکیب رال ایجاد بشه و همین باعث شده بود که رال بره دنبال هافبک دفاعی. بعد این جستجو واسه هافبک دفاعی به خریدن توماس کراوسن ختم شد که تو اورتون حالا یه نقش خوبی رو داشت، یعنی جایگاه خوبی تو اورتون داشت. حالا با وجود اینکه حدود 50 بازی تو ترکیب رال داشت کراوسن، ولی هیچ عملکرد مثبتی کسی ازش به یاد نداره که ازش تعریف کنه. یکی دیگه از خریدهای فاجعه رئال یه وینگر هلندی بود به اسم رویسون درنته که از فاینورد به قیمت حدود 12 میلیون یورو به رئال اومده بود و 65 بازی هم تو رئال داشت. حالا جالبه که رویسون تو یوروی 021 سال 2007 ستاره بودا و به عنوان یه استعداد درخشان توی دنیای فوتبال شناخته میشد. واسه همین رئال انتظار داشت که یک سود خیلی هنگفت کنه از این خرید. ولی خب اصلا تو رئال یه فاجعه ای بود برای خودش. حالا تیمای بعدی هم که درنته رفت به خوبی سقوطش تو برنابو رو نشون میده. هرکولس و اورتون و ریدینگ و شفیلد ونزدی و تیمای درجه 3-4. یه بازیکن دیگه پابلو گارسیا بود که سال 2005 با قیمت 3.5 میلیون یورو از اوساسونا به رئال اومد و کلا 26 بازی داشت. این بازیکن هم از اون دسته بازیکنایی بود که واسه پر کردن جای ماکلله به رئال اومد. اوروگوئه‌ای هم بود و سالای خوبی هم تو اوساسونا داشت، ولی خب اوساسونا کجا و رئال کجا. یه فصل کلا تو رئال بود. بعدش فابیو کاپلو خیلی سریع اونو از تیم کنار گذاشت و قرضی فرستادش سلتاویگو. بعدش هم رفت مورسیا. بعد فوتبالش هم تو یونان تموم کرد، ولی نه تو تیمایی مثل اولمپیاکوس و اینا که سطح یک فوتبال یونانن، بلکه تو پاوک که یه تیم درجه 2-3 تو یونان به حساب میاد. بازیکن بعدی کارلوس دیوگوه که سال 2005 با قیمت 4.5 میلیون یورو از ریور پلاته به رئال اومد و کلا هم 19 بازی داشت. کارلوس دیوگو یه دفاع راستی بود که تفکرات هجومی داشت، یعنی زیاد نفوذ می‌کرد و به عنوان جایگزین میشل سالگادو به رئال اومد، چون دیگه سالگادو سنش بالا رفته بود و اینا، رئال می‌خواست جایگزین براش بخره. بعد دیوگو یه ویژگی که داشت این بود که تو کارهای هجومی خوب بود، ولی ضعف‌های دفاعی زیادی داشت. همین باعث شد رئال اونو قرضی بفرسته زاراگوزا و یه سال بعد قراردادش رو تو رئال زاراگوزا قطعی کنه. تنها نشانه‌ای که دیوگو از خودش تو تاریخ فوتبال گذاشته درگیریش با لوئیس فابیانو مهاجم سویا، یعنی این تنها اثریه که تو تاریخ فوتبال گذاشته این بشر. حالا بازیکنهای دیگه هم بود که میشد بهشون پرداخت، مثلا ایارامندی یا راول آلبیولو، یه سری بازیکنهای اینجوری دیگه، ولی خب حالا ما به همین تعداد بسنده میکنیم. خیلی ممنون که با ما همراه بودین.